زیر خبر شامگاهی تلویزیون جهانی تن با شهرام شهرامیان. خانم و آقایان سلام، من شهرام شهرامیان سردبیر خبر شبکه جهانی تن در شامگاه پنجشنبه 30 جون سال 2011 به همراه همکار عزیزم مریم الوندی با درود فراوان به شما بینندگان گرامی، مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که در پایان این بخش خبری برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز از شبکه جهانی تن تیوی به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی دیدگاه‌های دولت و آمریکا درباره منابع حامی تروریسم در جهان در مطلبی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در صدر دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند. اینک سرفصل مهمترین خبرها. شرکت مرسک لاین، بزرگترین شرکت حمل و نقل جهان، عملیات خود در بنادر ایران را متوقف کرد. انتشار نامه 67 استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر خارج از ایران به گزارشگری ویژه حقوق بشر. آیت الله خامنه ای اعتراض‌های مردم سوریه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد و آن را محکوم کرد. عربستان سعودی تهدید کرده است در صورتی که ایران به سلاح اتمی دست یابد، این کشور نیز دست به تولید سلاح اتمی خواهد زد. کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری با حکم بازداشت 4 عضو حزب الله لبنان صادر شد. دو روزنامه نگار فرانسوی که طالبان آنان را به مدت 18 ماه در افغانستان به گروگان گرفته بودند، پس از آزادی به فرانسه بازگشتند. با اعتصاب کارمندان دولت و کارکنان مدر بریتانیا، یکی از بزرگترین اعتصاب‌های سراسری تاریخ بریتانیا به وقوع پیوست. سازمان ناتو اعلام کرد فرمانده مرتبط با حمله به هتل اینترکانتیناتال در کابل را کشته است. اینک مشروع اخبار. بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان فعالیت‌های خود را در چندین بندر ایران متوقف کرده است که این امر احتمالاً در حمل و نقل مواد کالاهای اساسی غذایی به مقصد ایران دال‌های جدی ایجاد می‌کند و این در حالی است که توقف فعالیت‌های این شرکت در همراهی با تحریم‌های یک جانبه آمریکا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال قرار گرفتن نام شرکت حمل و نقل دریایی تاید واتر میدل ایست متعلق به جمهوری اسلامی در فهرست مجازات‌های دولت آمریکا، شرکت مرسک لاین که بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی در جهان است، عملیات خود در بنادر ایران را متوقف کرده است. بنابراین گزارش، مورتون اسکالف، مدیر عملیاتی مرسک لاین، در بیانیه اعلام کرده است این کمپانی متعهد است که با تمام کنترل‌های مربوط به تجارت خارجی و تحریم‌ها همراهی کند. وی همچنین افزوده است
در همین ارتباط مرسک لاین تصمیم گرفته است تا امور تجاری از و به مقصد بندر عباس، بندر خمینی و اسلویه را متوقف کند. تنیس این شرکت عملیات کشتی های سردخانه دار را هدایت می کند که کالاهای غذایی اساسی به مقصد ایران را حمل و نقل می کند و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه وابسته به واردات گندم، برنج و نوغن نخل است. در این میان و به گفته ناظران انتظار می رود که تحت تاثیر مجازات شرکت تاید واتر میدالیست اکثر شرکت های حمل و نقل دریایی از این پس از حمل محموله به بندر عباس و سایر بنادری که توسط این شرکت مدیریت می شود پرهیز کنند. و در خبری از نقض حقوق بشر در ایران، 67 استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در خارج از ایران در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر گفتند که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ایران جای از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نامه که روز 29 ژوئن برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ارسال شده است، ضمن استقبال از تعیین وی به این سمت گفته شده است تجاوزات حکومت جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و فجایعی که نسبت به مخالفان حکومت صورت می‌گیرد به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. بنابراین گزارش امضا کنندگان این نامه تأکید کردند دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران کارگران و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزایش است و این در حالی است که موارد فزاینده اعتصاب قضای نامحدود، اقدام به خودکشی، مرگ مشکوک زندانیان در بند، اعدام‌ها به راستی هراس‌آور است. در ادامه این نامه همچنین آمده است مایلیم یادآوری کنیم که همکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی سابق و اعضای خانواده آنها در خارج از کشور به سر میبرند و میتوانند اطلاعات و تجربیات خود را در مورد شکنجه، تجاوز جنسی، حبس‌ها و اعدام‌ها با شما در میان بگذارند. گفتنیست این نامه در شرایطی منتشر می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر واکنش‌هایی تند به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران نشان داده و آن را اقدامی گزینشی با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی عنوان کردند.